بخش 81 ربع اول جزء 21 قرآن کریم شامل آیات 45 تا اخیر سوره مبارکه عنکبوت و آیات اول تا 27 سوره مبارکه روم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. آیات 45 تا 49 سوره مبارکه عنکبوت ذکر و بیان دستور اسلام در مجادله برای ارشاد اهل کتاب با نیکوترین شیوه است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و ای پیامبر بر آنان بخوان آنچی که از کتاب قرآن بر تو وحی شده است. و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. و نماز را برپا دار زیرا که نماز از زشتی ها و منکر باز می دارد. و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. و ذکر خداوند از همه بزرگتر است و خداوند می داند آنچه را که انجام می دهند. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. و با اهل کتاب جز به نیکوترین شیوه مجادله نکنید. الا الذين ظلموا منهم و قولوا آمنا بالذي انزل الينا و انزل اليكم. مگر با کسانی که از آنان که ستم کردند و بگویید که ما ایمان آوردیم با آنچه که بر ما نازل شده و آنچه که بر شما نازل شده است. و الهنا و الهکم واحد. و معبود ما و معبود شما یکیست. و نحن له مسلمون. و ما مسلمان و تسلیم الله هستیم. وكذلك انزلنا اليك الكتاب و این گونه کتاب قرآن را بر تو نازل نمودیم. فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به. پس کسانی که به ایشان کتاب دادیم با آن ایمان می آورند. و من هؤلاء من یؤمن به. و از میان اینان یعنی از مشرکان نیست کسانی هستند که به قرآن ایمان می آورند. و ما یجهد بآیاتنا الا الكافرون. و جز کافران کسی دیگری آیات ما را انکار نمی دارند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. و تو ای پیامبر هرگز پیش از این کتاب را نخوندی و با دست راست خود نیز چیزی را ننوشتی. اذن لرتاب المبطلون. ورنه باطل اندیشان به شک می افتادند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین
اوت العلم، بلکه این قرآن آیات روشنی است در سینه کسانی که به آنان دانش داده شده است. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، و آیات ما را جز ظالمان انکار نمی دارند. وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. آیات 50 تا 55 سوره مبارکه عنکبوت ذکر و بیان خواسته های باطل مشرکین و طلب استعجال یا عجل خواهی در عذاب الهی است که مشرکان دارند. و قالوا لولا انزل عليه آیات من ربه، و مشرکان گفتند چرا بر وی از جانب پروردگار آیات و معجزات نازل نمی گردد. قل انما الآیات عند الله، بگو همه آیات و معجزات نزد خداوند است. و انما انا نذیر مبین، و من تنها بیم دهنده آشکارم. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلو علیهم، آیا برای آنان کافی نیست که کتاب را بر تو فرستادیم که بر ایشان خوانده می شود؟ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، که البته در این کتاب رحمت و اندرزی است برای مردمی که ایمان می آورند. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن، بگو کافی است که میان ما و شما خداوند شاهد باشد. یعلم ما فی السماوات والارض، ذاتی که میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است. والذین آمنوا بالباطل، و اما آنانی که به باطل ایمان می آورند. و کفروا بالله، و به خداوند کافر شدند. اولئک هم الخاسرون، اینان همان زیانکارانند. و یستعجلونک بالعذاب، و از تو درخواست عذاب را به شتاب دارند. و لولا اجل مسمن، و اگر موعد مقرر تعیین نگردیده بود. لجاءهم العذاب، حتما عذاب به سراغشان می آمد. ولیأتینهم بغتتا و هم لا یشعرون، و بی آن که بدانند آنان را غافلگیرشان می کرد. یستعجلون که بالعذاب و این جهنم لمحیطت بالکافرین، و آنان با شتاب از تو عذاب می خواهند، در حالی که بر کافران آتش جهنم احاطه دارد. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، در آن روزی که آنان را عذاب از بالای سرشان و زیر پایشان فرا گیرد. و یقولوا ذوقوا ما کنتم تعملون، و با آنان گفته شود که سزای آنچه را که انجام می دادید بچشید. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. آیات 56 تا 60 سوره مبارکه عنکبوت ذکر و بیان دستور به هجرت از جایی که شعائر دینی اقامه نگردد که قرآن کریم به مؤمنان دستور میدهد از آنجا هجرت نماید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون، ای بندگان من که ایمان دارید، یقینا زمین من وسیع است پس تنها مرا بپرستید. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون، هر نفس چشنده مرگ است و سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجری من تحت الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، آنان را در غرفه ها یعنی قصرهای بهشتی جای خواهیم داد که از زیرشان نهرها جاری است و جاویدان در آن خواهند ماند، که این بهترین پاداش برای کسانی است که عمل می کنند. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، همان کسانی که صبر می نمایند و تنها بر پروردگارشان توکل می ورزند. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله يرزقها و ایاکم، و چه بسا جنبندگانی هستند که نمی توانند روزی خیش را بردوش گیرند و این خداوند است که آنان و شما را روزی می دهد و هو السمیع العلیم، و او شنوای داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. آیات 61 تا 63 سوره مبارکه عنکبوت ذکر و بیان اذعان مشرکین به پروردگار آفریننده و روزی دهنده که آنها هم نیز به این اعتقاد داشتند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید و خورشید و ما را مسخر گرداند، ليقولن الله فأنا يؤفكون، حتما میگویند الله، پس چگونه از حق منحرف میگردند. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، و خداوند برای هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را فراخ میگرداند و یا برایش تنگ میسازد. ان الله بكل شيء عليم، براستی که خداوند بر همه چیز داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی را نازل کرد و با آن زمین را پس از مرگش زنده گرداند، ليقولن الله، حتما میگویند الله، قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون،
بگو حمد و ستایش تنها برای خداوند است، اما اکثرشان نمی اندیشند. و ما هذه الحیات الدنیا الا له و لعب و این الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. آيات 64 تا 66 سورة مباركة عنكبوت ذكر وبيان حال دنیا و استراف کفار در آن است که قرآن کریم این حال را بیان می‌دارد. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، و این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون، و بدون شک اگر می‌دانستند سرای آخرت همان زندگی واقعی است. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، و ناباوران آنگاه که بر کشتی سوار میشوند با اخلاص خداوند را میخوانند. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون، و چون آنان را به خشکی نجات رساند باز آنها شرک می‌ورزند. لیکفرو بما آتیناهم، بگذار آنچه را که از آیات با آنان داده ایم انکار کنند. ولیتمتعو، و از لذات دنیایی بهره گیرند. فسوف یعلمون، پس به زودی خواهند دانست. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آیات 67 تا 69 سوره مبارکه عنکبوت ذکر و بیان است که حرم مکی مکان امن برای همه موجودات است. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، آیا ندیدند که برای ایشان مکه را حرم امن قرار دادیم در حالی که مردم از اطراف آن ربوده می شوند؟ افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون، آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمتهای خداوندی کفر می ورزند؟ و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، و کیست ستمکارتر از آن که بر خداوند دروغ ببندد؟ او کذب بالحق لما جاءه، و یا حق را وقتی به سوی آیت تکذیب کند. الیس فی جهنم مثوا للكافرین، آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، و اما کسانی را که در راه ما جهاد نمودند حتما آنان را برای سعادت و کمال خیش هدایت می داریم، که براستی خداوند با نیکوکاران است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بنام خداوند بخشاینده مهربان سوره مبارکه روم 60 آیه داره که در مکه مکرمه شرف نزول یافته است. آیات اول تا هفتم سوره مبارکه روم ذکر و بیان اخبار به غیب قرآن کریم است که بیان غلبه رومیان را در آینده قرآن کریم در این آیات به عنوان غیب بیان می‌دارد. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الف لام میم یا حم میم یا کاف ها یا عین صاد و دیگر حروف مقطعات که در شروع برخی از سوره های قرآن کریم ذکر شده معنا و مفهوم آن را جز پروردگار کسی نمی‌داند. غلبت الروم فی ادنى الارض رومیان در سرزمین نزدیک مغلوب شدند و هم من بعد غلبهم سیغلبون ولی آنان به زودی پس از این شکست غلبه خواهند یافت. فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد البته در چند سال بعدی که چی قبل و یا پس از پیروزی فرمان از آن خداوند است و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله و در آن روز مؤمنان از یاری خداوند شادمان می شوند ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم که خداوند هر که را بخواهد یاری می دهد و او مقتدر تواناست. وعد الله لا يخلف الله وعده این وعده خداوندی است که خداوند داده است و خداوند هرگز وعده خود را خلاف نمی دارد ولكن اکثر الناس لا يعلمون اما اکثر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الاخرت هم غافلون آنان تنها ظاهر زندگی دنیا را می دانند در حالی که از آخرت ناآگاهند. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آيات 8 تا 10 سوره مباركه روم ذكر و بيان تفكر در مخلوقات و اینکه این تفکر نشانه وجود و وحدانیت خداوند است. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى آیا آنها با خود نیندیشیدند که خداوند آسمانها و زمین و آن چی میان آن دوست را جز به حق و برای مدت زمان معینی نیافرید و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون
و البته بسا مردم از دیدار پروردگارشان در قیامت ناباورند. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا در زمین گردش نکردند تا بنگرند که عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بوده است؟ کانو اشد منهم قوتا و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها، آنان نیرومندتر از اینان بودند به گونه ای که زمین را برای آبادی و زراعت زیر رو نمودند و بیشتر از آن چی اینان آبادش کردند آباد کرده بودند. و جاءتهم رسلهم بالبینات، ولی وقتی پیامبرانشان با دلایل و معجزات روشنی به سویشان آمدند تکذیبشان کردند. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، و این خداوند نبود که بر آنان ستم کرد بلکه خودشان بر خود ستم کردند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، و باز بدتر گردید فرجام کسانی که بدی کردند به گونه ای که نه تنها آیات ما را تکذیب داشتند بلکه آن را به مسخره نیز گرفتند. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. آیات 11 تا 16 سوره مبارکه روم ذکر و بیان اثبات دوباره زنده شدن و حشر و رجوع به پروردگار است که در این آیات با آن پرداخته شده. الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون، و این خداوند است که آفرینش را آغاز می دارد و سپس آن را در قیامت باز می گرداند و به سوی او باز گردانده می شوید. و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، و روزی که قیامت برپا گردد مجرمان ناامید می شوند. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین، که برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود و خود منکر شریکانشان می گردند. و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون، و روزی که قیامت برپا گردد آن روز مردم از یک دیگر جدا می شوند. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون، پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند آنها در باغهای بهشتی شادمان خواهند بود. و اما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره، و اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند و دیدار آخرت را باور نکردند، فاولائک فی العذاب محضرون، پس اینان برای عذاب حاضر گردانده خواهند شد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. آیات 17 تا 19 سوره مبارکه روم ذکر و بیان تنزیه و سپاس خداوند در همه حال است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، پس منزه است خداوند هنگامی که شام می‌نمایید و یا صبح می‌دارید.
ولو الحمد في السماوات والأرض، و حمد و ستایش است برای او در آسمان ها و زمین، و عشیا و حین تظهرون، و در هنگام عصر و آنگاه که ظهر می نمایید. یخرج الحی من المیت، زنده را از مرده بیرون می گرداند، و یخرج المیت من الحی، و مرده را از زنده بیرون می سازد، و یحیی الارض بعد موتها، و زمین را پس از مردنش دوباره زنده می کند، و کذالک تخرجون، و شما نیز اینگونه در قیامت بیرون آورده خواهید شد. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. آیات 20 تا 25 سوره مبارکه روم ذکر و بیان برخی از دلایل وحدانیت و قدرت پروردگار است که پروردگار به آن می‌پردازد. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، و از نشانه‌های پروردگار این است که شما را از خاک آفرید پس بشری پراکنده در زمین شدید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، و از نشانه او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا با آنان سکون یابید. و جعل بینکم موده و رحمه، و در میانتان دوستی و مهربانی قرار داد. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، به درستی که در این نشانه هاست برای مردمی که اندیشه می کنند. و من آیاته خلق السماوات والارض، و از آیات و نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است. و اختلاف السنتکم و الوانکم، و اختلاف زبان ها و رنگ های شما. ان في ذلك لآیات للعالمین، برستی در این نشانه هاست برای دانایان. و من آیاته منامکم باللیل و النهار، و از نشانه های او خواب کردن شما در شب و روز است. و ابتغاؤکم من فضله، و تلاش شما برای بهرهگیری از فضل پروردگار. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، که قطعا در همه اینها نشانه هاییست برای گروهی که میشنوند. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا، و از نشانه های اوست که برق را مایه ترس و امید برای شما نمایاند.
وينزل من السماء ماء وأز آسمان باران را میفرستد فيحيي به الأرض بعد موتها تا زمین را پس از مردنش زنده گرداند إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون همانا در همه اینها نشانه هاست برای مردمی که میاندیشند و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره و از نشانه او این است که آسمان و زمین به فرمانش پا بر جایند ثم اذا دعاكم دعوه من الارض و باز آنگاه که شما را از زمین یعنی قبرها فرا خواند اذا انتم تخرجون ناگهان همه شما بیرون می گردید و له من فی السماوات والارض کل له قانتون و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه و له المثل الاعلى فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. آیات 26 و 27 سوره مبارکه روم ذکر و بیان فرمان روایی آسمان ها و زمین که از آن خداوند است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. و له من فی السماوات والارض کل له قانتون و از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است و همه فرمان بردار اویند. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و او ذاتی است که آفرینش را آغاز کرد و سپس آن را باز می‌گرداند و هو اهون علیه که بازگرداندن آنها در قیامت برای او به مراتب آسان‌تر است و له المثل الاعلى فی السماوات والارض و او را توصیف برتر در آسمان‌ها و زمین و هو العزیز الحکیم و او مقتدر حکیم است. صدق الله العظيم.